یکی از مباحثی که مطرح میشه برای این هستش که آیا در این جنگ ترکیبی که اسرائیل و ارتش اسرائیل و شین بت اسرائیل آمادگی خودشون رو اذعان داشتن در قبال حزب الله 150 هزار تا موشک در اختیار داره، جهاد و حماس در غزه با وجود اینی که کناره غزه رو نوار غزه رو اینها حدود در 2005 آمدن و 2007 خالی کردن، با وجود این کانون های ترور و لانه های ترور در یکایی که اماکنی که اسرائیل از آن بیرون اومده در مهار تروریستی و در اختیار بر طبق قرارداد اسلو در اختیار دولت خودگردان فلسطینی گذاشته که با فساد نهادینه شده روبرو هست، و از طرف دیگه حماس و جهاد اسلامی با پشتیبانی و پشتوانه مالی تسلیحاتی و امنیتی تهران بر این هستن که بتونن جبهه دیگر رو بجز سوریه که زیر ساخت های اون رو 90% رو نیرو هوای اسرائیل منهدم کرده و همینطور نیز با جنگی که در حوزه و نبردی که با جهاد اسلامی داشتن دست به حماس نزدن، برای که نشان بدن که کسی که با ما مقابله نداره و مقابله نمی کنه کاری باش نمیتونیم داشته باشیم، کاری باش نداریم در حال حاضر و وارد جنگ ترکیبی ما نمیشیم، هیبریدی نمیشیم. و از طرف دیگه میبینیم جنین، نابلس یعنی شخم در حال حاضر شانی کانون تروریستی افرادی شده که در حال حاضر به صورت وایلد دارن عمل میکنند، به صورت توحش غرب، غرب متوحش که گفته میشد، مثل کابوی ها اسلحه به دست و هر جوری که دلشون بخواد. فقط در چند ماه خیلی بیش از 50 عملیات تروریستی، چون بجز اینکه هر روز عملیات تروریستی و سنگپرانی ادامه داره و با ورود نیروهای ارتش اسرائیل با پشتوانه هوایی و پهپادی و اطلاعاتی و امنیتی که دقیقاً میدونستن کجا رو بزنن، از کدوم پنجره وارد بشن، تمام زیر ساختهای تسلیحاتی که برای آماده موشک پرانی و برای بمبگذاری بود، برای اسلحه بود، چه در مخصوص بیمارستان و غیره، اینها رو آمدند بدون که حتی که حرمتی شده باشه تسخیر کردن، و تروریست ها که در این میان بودن که با تمام آنچه که گفته می که شما نبرد در جایی که تراکم جمعیتی که داره که باور نکرده به چگونه می تونه وارد بشید، و بوم هایی که سر راه اونها اگر در مقایسه با آنچه که ما 20 سال پیش داشتیم وارد جنین شدند و در وهله اول 13 تا رزمندگان اسرائیلی کشته شدند و کلی نیز مجروح شدند، برنامه ریزی که این دفعه شده نه فقط از طریق هوایی بوده، از طریق موشک های نقطه زن پهپادی می دونستن دقیقا کجا رو بزنن، و از طرف دیگه اگر به غزه حمله می کردن همیشه قبلش از نظر حقوق بشر برای اونها ندایی می فرستادن. اگر شما به یاد داشته باشین که آمده بودن بر پشت بام یک ساختمان برجی رو آماده بر خودش انتخابات، از اونجا داشتن موشک پرانی به اسرائیل می کردن، ندای اول رو دادن که این موشک پرانی رو از جاهایی که در حال در ساختمانه بلند متوقف کنید، 1 2 3، و گفتن که اگر این کارو نمی‌کنید ما در عرض نیم ساعت یک ساعت آینده تمام ساختمان رو پایین خواهیم آورد، و شاهد این بودیم که سپر بلای خودشون رو در عرض سپر انسانی قرار میدادن تا به الان. و آنچه که ما شاهدش هستیم در مبارزات و نبردی که همکنون به وقوع پیوسته در جنین هستند در 48 اخیر، آنچه که ما میبینیم
در با تراکم جمعی که در اونجا هست ممکنه 10 نفر بیشتر کشتن شده یا 50 نفر زخمی شده باشه از بین تروریست ها. ولی سعی اسرائیل در کد اخلاقی آن بر این بوده که تا اونجایی که ممکنه به شهروندان و غیر نظامی ها تا اونجایی که ممکنه لطمه وارد نشه. با سپاس.